ساختمان ولسوالی حصه دوم ولایت پنجشهر هدف حملات راکتی قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بود و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. ساختمان ولسوالی حصه دوم پنجشهر هدف حملات راکتی قرار گرفت. مولوی نورالله مرزایی ولسوال حصه دوم پنجشهر به رادیوی آزادی گفته که این حمله شب گذشته چهارشنبه 8 جدی صورت گرفته است. این مقام محلی طالبان مشخص نکرد که این حمله از سوی چی کسی صورت گرفته، اما افزوده است که در پیوند به این قضیه 3 تن بازداشت شده و تحقیقات بیشتر جریان دارد. در همین حال برخی از منابع گفتند که شب گذشته افراد مسلح با سلاح‌های بزرگ و سنگین بر ساختمان ولسوالی حصه دوم حمله کردند. گفته شده که در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. برخی از شهروندان پنجشهر همچنین از انفجار ماین در ولسوالی رخه این ولایت خبر دادند. با گفته ساکنان محلی این انفجار روز چهارشنبه 8 جدی صورت گرفته، اما تلفات در پی نداشته است. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی پیش از این در پنجشهر با طالبان می جنگیدند، اما طالبان می گویند که این جبهه دیگر وجود ندارد و پنجشهر به طور کامل در اختیار آن گروه است. ساکنان محلی پنجشهر اما میگویند که طالبان جوانان را بازداشت میکنند و حتی میکشند. اخیرا مرگ یک جوان به دست طالبان به اعتراضات گسترده مردمی در برابر طالبان در پنجشهر منجر شد. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، الله مددگارتان. فراموش نکنید این ویدیو را لایک و با دوستان خیش به اشتراک بگذارید. پیروز و کامگار باشید.